تولد عیسی مسیح در قریه کوچک به نام بیت لحم یکی از مهمترین اتفاقات شناخته شده در تاریخ دنیا است. اما چیزی که بعضی مردم نمی‌فهمند این است این واقعه 700 سال پیش از تولدش پیشگویی شده بود. این واقعه بالای قاره اروپا، آسیا و آفریقا تأثیر کرد. در جریان قرن 8 قبل از میلاد مسیح پیامبر به نام میکا بود که کلام خدا بر وی درباره قریه بیت لحم نازل شده بود. ای بیت لحم افراته، اگرچه تو یکی از کوچکترین شهرهای یهودا هستی، با این هم از تو پیشوای ظهور میکند که از ازل وجود داشته است و بر قوم اسرائیل سلطنت میکند. این 700 سال پیش واقع شد. یوسف در قریه ناصره بودوباش داشت. او از نسل پادشاه های قدیم یهود بود، ولی خود یوسف پادشاه نبود، بلکه یک نجار بود. یوسف با دختر به نام مریم نامزاد شد. خویشاوندان مریم و یوسف در نزدیکی اورشلیم زندگی میکردند. مریم گفت که یک فرشته به او ظاهر شده بود و به او گفته بود که او طفل به دنیا میاره که نامش عیسی خواهد بود. البته فرشته خدا زمانی به مریم ظاهر شد که او هنوز ازدواج نکرده بود و باکره بود. مریم با قدرت خدا حامله شد و ای را برای یوسف گفت. یوسف از شنیدن ای گپ بسیار حیران ماند. یوسف چطور ای گپ قبول کرده میتونست که مریم هنوز باکر است و با کسی دیگه همبستر نشده؟ منطقه ناصره در یهودیه بود که هرودیس در او پادشاهی میکرد. یهودیه قسمت از امپراتوری روم بود. برای کنترل و حاکمیت این امپراتوری وسیع، امپراتور و سنا نیاز داشتند که تعداد نفوس بدانند. بنابراین امپراتور خواست همه جا را نفوس شماری کنند. هر کس باید در منطقه پدری خود می رفت و ثبت نام می کرد. امر امپراتور سبب شد که یوسف و مریم از ناصره رفته و به قریه بیت لحم بروند. چون خانه پدری یوسف در اوجا بود، 5 روز منزل زدند تا به اوجا رسیدند. برای مریم این سفر مشکل تر بود چون او حامله بود. در اول برای یوسف سخت بود که باور کنه که مریم باکره است، ولی یوسف در خواب دید که خدا برش میگه که این حقیقت داره که حامله شدن مریم یک معجزه است، چون حامله شدن یک زن شوهردار یک چیز معمولی بود. در بیت لحم زمان تولد طفل نزدیک شده بود. طفل به دنیا آمده پسر بود و نامش عیسی مانده. جای درست برای طفل نبود. بنان مریم او را در آخور برش جای جور کرد که حداقل مسون و پاک باشد. پیش از روشنی صبح چوپانا از زمینای نزدیک به دیدن اونا آمدند. چوپانا گفتند که فرشته ظاهر شده و گفته که مسیح خدا در شهر بیت لحم به دنیا آمده. او در آخور است. نظر به نوشتای انبیا، مسیح مثل یک چوپان است که مردمش چوپانی میکنه. چند وقت بعد از تولد در اورشلیم، مردان حکیم از سرزمین شرق به دیدن عیسی آمدند. پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. هرودیس که پادشاه اورشلیم بود خوب می دانست که مسیح تولد خواهد شد. پس از تمام رهبران مذهبی خواست که جای تولد عیسی را برش نشان بده. در بیت لحم یهودیه، زیرا در نوشته های انبیا چنین آمده است: ای بیت لحم در سرزمین یهودیه، تو به هیچ وجه از دیگر فرمان روایان یهودا کمتر نیستی، زیرا از تو پیشوای ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود. این کلام 700 سال پیش توسط میکای پیامبر پیشگویی شده بود. به نظر مردم
هیرودیس یک پادشاه انتخاب شده از طرف مردم نبود، چون والدینش از نسل یهود نبودند. هیرودیس بدون امر امپراتور صلاحیت نداشت که کار را انجام بده. هیرودیس مردان حکیم مخفیانه پیش خود خواست، اما آوازه مردم تمام شهر را گرفته بود و پادشاه می دانست که هر چیز زودتر باید دست به کار شود. در اول او از مردان حکیم پرسان کرد که چی را دیده اند و دقیقا ستاره در کجا نمایان شده. چقدر وقت میشه که این طفل به دنیا آمده؟ هیرودیس معلومات که میخواست به دست آورد. او اونا را به قریه بیت لحم فرستاد. بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم. فاصله را بین اورشلیم و بیت لحم آنقدر دور نبود. وقتی که مردان حکیم از شهر رفتن، خدا اونا را نشان داد که در کجا طفل میتونن پیدا کنن. زمانی که مردان حکیم به خانه آمدن، اونا طفل یعنی عیسی و مادرش دیدن. سپس اونا گنجینای خود باز کردن و تحفه‌های خود که از قبیل طلا، عطر و مر بود تقدیم نمودن. مردان حکیم دوباره به اورشلیم باز نگشتند. در خواب از طرف خدا بر اونا اخطار داده شده بود که پیش هیرودیس پادشاه نروند و از راه دیگه به شهر خود برگردند. زمانی که هیرودیس دانست که از طرف مردان حکیم فریب خورده، بر اساکر خود امر کرد که تمام اطفال پسر که کمتر از 2 سال هستند از بین ببرند. ولی هیرودیس موفق نشد که عیسی را از بین ببرد، چون یوسف که از طرف خدا در خواب هشدار دریافت کرده بود، از رای تپه‌های اطراف یهودیه با مادر و طفلش از طرف شب فرار کردند. صحرای سینا در پیش رویشان بود. مسیر اونا به طرف غرب شد و هر روز صحرا را پیموده به طرف مصر رسیدند تا زمانی که هیرودیس مرد. شمال آفریقا مکان امن برای عیسی بود. هیرودیس پیش از مرگ خود امر کرده بود که از هر فامیل یک شخص از بین ببرد تا در تمام یهودیه که قلمرو پادشاهیش بود ماتم برپا شود. خوشبختانه خواهرش بعد از مرگ او به این دستور عمل نکرد. در شهر روم سزار اگوستوس پسر هیرودیس بالای مردم یهود جانشین پدرش مقرر کرد. یهودیه تحت حکمروایی هرکلیوس هنوز هم خطرناک بود. پسر جوان هیرودیس انتیپاس که در ایالت جلیل در شمال حکمروایی میکرد مکان نسبت امن بود و به همین دلیل یوسف، مریم و عیسی مصر را ترک کردند و مانند پدران خیش که در زمان موسی دوباره به اسرائیل بازگشته بودند، بالاخره به شهر ناصره از جایی که سفرشان آغاز کرده بودند رسیدند. با تولد عیسی مسیح پیشگویی‌های کتاب مقدس به حقیقت پیوست. خدا خودش عیسی را در این جهان فرستاد، یعنی به این دنیایی که مملو از مشکلات مانند خشونت، فقر و گناه است آمد. او به خاطر هدف به این دنیا آمد که نشان بده که خدا چیگونه است و بر ما یاد داد که چیگونه زندگی کنیم و به خاطر گناه ما روی صلیب رفت و قدرت مرگ از بین برد. مردان حکیم برش طلا، عطر و مر آوردند. زمانی که ما عیسی مسیح را خداوند و نجات دهنده خود قبول میکنیم، ممکن است چنین تحفه ها را نداشته باشیم، ولی میتونیم چیزای با ارزش تر را یعنی قلب و زندگی خود را برش تقدیم کنیم.